سلام، پنجشنبه 19 بهمن 96 8 فوریه 2018 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه کیهان چاپ لندن گزارشی رو داده از حضور ارتشی ها در فضای مجازی که پیام هایی رو میگذارند با لباسشون، البته شناخته نشن، در پیوستن به مردم، همینطور گسترش شبنامه ها و انتشارشون در میان پادگان های ارتش و نامه های علیه فرمانده ارتش آقای عبدالرحیم موسوی که در اون بعضی از اونها آمده مراتب چاکری شما برای رهبری و روحانیت تهوع آور است. برای اینکه در جریان اعتراضات اخیر آقای موسوی، عبدالرحیم موسوی، در یک صحبتی ارتش رو جوری جلوه داد که گوی آماده است در مقابل ملت بیسته. گفته میشه که در درون ارتش ابلاغیه هایم صادر شده که ارتشی ها حق ندارند در فضای مجازی فعال باشند. دعوت به بیرون کشیدن پول از بانک ها در شبکه های اجتماعی مطرح شده و پاره گزارش ها حاکی است که این کار با بعضی بانک ها رو با مشکل مواجه کرده و حتی گزارش هایی هست که پاره از رؤسای شعب بانک ها هم پول خودشون رو از بانک بیرون بردن. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم عنوان کرده که یک نهاد نظامی، منظورش سپاه هست، علیه او شکایت کرده و 48 ساعت به او وقت داده که اظهاراتش در مورد سینا قنبری که از قول خانواده او نقل کرده بود که او خودکشی نکرده رو آقای صادقی تکذیب بکنه. موضوع دوم این که امروز پنجشنبه 100 کارگر کارخانه فولاد شفق واقع در تاکستان چهارمین روز اعتصاب خودشون رو پشت سر گذاشتن. کارگران از آبان ماه حقوق نگرفتن، حق بیمشون هم پرداخت نشده و کتابچه‌هاشون مشکل پیدا کردی. دیروز هم 60 کارگر طرح انتقال آب سد سیازاخ در دیوان دره کردستان هم دست به تجمع اعتراضی زدن. 9 ماه کارگران حقوق نگرفتن. به گفته یکی از کارگران آب و برق خانه هاشون قطع شده و گفته ما حتی برای گرمایش متوسل به چوب و نفت میشیم. مرتضی مقتدایی دبیر شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران هم عنوان کرده که تعدادی از اساتید حوزه 4 ماه حقوق نگرفتند و بودجه هایی رو که دولت گذاشته بوده در سال 96 پرداخت نشده. در سال 98 446 میلیارد تومان برای بخش آقایان و 271 میلیارد تومان برای بخش خانم ها اختصاص داده شده، اگرچه مجموع بودجه هایی که به بخش های مختلف حوزه علمیه و تبلیغات اسلامی و غیره اختصاص داده شده در بودجه سال آینده افزون بر بیش از 4000 میلیارد تومان. موضوع سوم اینکه به دنبال فشاری که اخیراً بر دراویش گنابادی آمده از قبیل دستگیری کسرا نوری سخنگوی دراویش یا فشار بر نورعلی تابنده مرشد گروه دراویش گنابادی، خانم مریم دلباری در آبادان به 1.5 سال زندان به اتهام ارتباط با دراویش گنابادی محکوم شده. این محکومیت توأم با تبعید به بوشهر. خانم مریم دلباری از نویسندگان و ادبایی است که تاکنون بیش از 8 کتاب در حوزه‌های شعر و ادبیات تألیف کرده و با فشارهایی که بر او در 2 سال گذشته آمده او را از آموزش و پرورش هم اخراج کرده.
مهیار احمدی جوان 24 ساله در سنندج سه‌شنبه پریروز بازداشت شد. با هجوم به منزلش، او فارغ التحصیل کامپیوتره ولی هنوز معلوم نیست به چه اتهامی او رو بازداشت کردن. میلاد دلارا در سقز به 15 ماه زندان محکوم شده به اتهام تشویق مردم برای شادی کردن در 5 مهر ماه برای رفراندوم در کردستان عراق. جالبه که به همین اتهام فهیم رفیق پور در دیوان دره بازداشت شده بود ولی او آزاد شد. روزنامه وال استریت جورنال هم خبر داده از اینکه در ماه دسامبر امریکا تلاش محرمانه ای رو کرده برای ارتباط با ایران برای آزادی زندانیان امریکایی در ایران که دست کم 4 نفر از ایرانی امریکایی ها یا اتباع امریکا در ایران در زندان هستند، اگرچه چند نفر دیگه هم در چند روز گذشته مطرح شد. موضوع چهارم اینکه آقای خامنه‌ای امروز صحبت کرد و در صحبت ایشون که تکرار مکررات بسیاری صحبت‌های قبلی ایشون بود، جالب است که مردم از دیده ایشون فقط کسانی هستند که در نهده یعنی جشن ساندیسخورها شرکت کردند یا در 22 بهمن امسال که حکومت داره تدارک میکنه جمعیتی رو با پول و اتوبوس و غیره به خیابونها بیاره هستند و بقیه مردم گویی مردم نیستند. ضمناً ایشون در خصوص فساد و تبعیض هم بالاخره اعتراف کرده که وجود داره ولی گفته اژدهای 7 سری است که خیلی سخته، ولی باید به ایشون گفت که سر اصلی این اژدها خود ایشون، بیت رهبری، نهادها و مؤسسات وابسته به او و بعد هم سپاه و سایر دستگاه‌های زیر نظر رهبری هستند. شیخ محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه و منصوب آقای خامنه‌ای هم عنوان کرده که من ریالی از قوه قضاییه حقوق نگرفتم. در دوره‌ای که ایشون رئیس بود هم پسرش معروف بود، کیس‌های متعددی که با کارچاخ کنی و گرفتن حتی پول‌های میلیاردی احکام قضایی رو جابجا می‌کرده و حتی اعدام رو تبدیل می‌کرده بعد از مدتی به آزادی، و هم اینکه کارخانه لاستیک دنا رو که در اون روزگاران 14 میلیارد تومان قیمت داشت با 6 میلیارد تومان تخفیف به ایشون و اعوان و انصارش قسطی اون هم واگذار شد. نهایتاً هم اقساط سازمان صنایع ملی رو نپرداختن و ده‌ها فساد و آلودگی دیگر که در دوره ریاست آقای شیخ محمد یزدی بر قوه قضاییه اعمال شد. سامسونگ در المپیک زمستانی که مراسم رسمی افتتاحیش فردا جمعه خواهد بود و از امروز شروع شده در کره جنوبی، 4000 تلفن همراه سامسونگ 8 رو قرار بوده به عنوان هدیه به تمام ورزشکاران بده، اما به ورزشکاران ایرانی که 4 نفر هستند و ورزشکاران کره شمالی به دلیل تحریم ها وقتی مراجعه کردند این گوشی رو ندادند. این ماجرا جنجال بزرگی به پا کرد. در تهران سفیر کره جنوبی رو احضار کردند، سامسونگ رو تهدید به قطع رابطه کردند، رئیس کمیته ملی المپیک گفت باید سامسونگ عذرخواهی کنه. به هر حال اعلام شد بعد از مدتی که گویا به این 4 ورزشکار ایرانی هم گوشی سامسونگ دادند، اما هنوز هم در ابهامه که بالاخره گوشی داده شد یا نه. موضوع پنجم این که روزنامه جروزالم پست اسرائیل خبر داده از اینکه آقای رئیسی سفر محرمانه‌ای به لبنان کرده و همراه با پاره‌ای
فرماندهان حزب الله لبنان به مرز اسرائیل و لبنان در جنوب رفته. سخنگوی ائتلاف علیه داعش به رهبری امریکا سرهنگ رایان دیلون اعلام کرد که حمله‌ای که امریکا کردش به نیروهای طرفدار اسد که به شرق فرات رفته بودند دفاع از خود بوده، حمله‌ای که گفته میشه بیش از 100 نفر کشته باقی گذاشته، و اعلام کرد که ما با روس‌ها هماهنگی می‌کنیم ولی برای دفاع از خودمون اجازه نمیگیریم. ضمناً هشدار داد به ترکیه که در مورد منبج و پیشروی ترک‌ها علیه نیروهای دموکراتیک سوریه هم همین اتفاق میتواند تکرار بشه. روس‌ها حمله دیروز امریکا رو اقدام جنایتکارانه خوندن و حکومت اسد هم اون رو جنایت جنگی نامیده. روزنامه ایندپندنت خبر عجیبی رو داده و گفته ترکیه از اعضای داعش که آموزش داده علیه کردها در شمال سوریه استفاده میکنه. این خبر ایندپندنت از قول یکی از داعشی های شرکت کرده در همین عملیات نقل کرد. اما موضوع آخر اینکه آقای احمدی نژاد بر سر مقبره آقای خمینی صحبت کرده و ایشون فرمودن که امام از وضع موجود ناراحت است. جناب مصلحی وزیر اسبق اطلاعات هم که مدتی غایب بود آمده و فرمودن که اختشاشگران از دشمن پول گرفتند و پول زیادی میان آنها پخش شدند. اکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.